همراه ما مازیاری اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی از ساندرلند بریتانیا هستند. از خوش اومدید. از آمار ابتلای کودکان به کرونا در یک بیمارستان اهواز شروع کنیم. آیا گونه جدید کرونا عوارض متفاوتی داره نشون میده از خودش؟ سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم به برنامه‌تون. بله، این جهش‌های ژنتیکی که در نوع اولیه، حالا به اون عنوان چینی میشناختیم، در ویروس کرونا ایجاد شدن، هم باعث میشن که این ویروس راحت‌تر و ساده‌تر افراد رو مبتلا بکنه، تعداد کمتری ویروس برای مبتلا کردن لازم هست، هم در واقع سنین پایین‌تر رو بیشتر از نوع‌های قبلی یا نوع چینی آلوده و مبتلا میکنه. اینه که آمار ابتلا در کودکان نه فقط در ایران، در بیشتر کشورهای دنیا افزایش پیدا کرده. و در مورد عوارض که فرمودید، بله، اکثر علائمی که به هر حال از کووید 19 دیده بودیم و میشناختیم، مانند سرفه مداوم و شدید، ضعف و خستگی مفرط، دردهای عضلانی، گلودرد و تب، چیزی حدود 4-5% در گونه موتاسیون جهش یافته کرونا شدیدتر و بیشتر هست، یعنی علائم شدیدترن. فقط دو تا علامت کووید اولیه یا کووید چینی کمتر دیده شده در نوع جدید و جهش یافته، که اون هم کاهش حس بویایی یا از دست رفتن حس بویایی و چشایی. این هم باز چیزی حدود 4-5% کمتر دیده میشه در کسانی که با نوع جهش یافته ویروس مبتلا شدن و بیمار شدن. آقای اشرفیان، معاون وزیر بهداشت خیلی صراحتاً گفته که دولت ناتوانه در ایجاد قرنطینه. خب عوارض چنین وضعی در گسترش همگیری کرونا چی هستش؟ خب این کاملاً بر تمام برنامه ها، اگر برنامه هایی باشه و اگر اون برنامه ها صحیح باشن، همه برنامه ها رو برای کنترل بیماری و یک پاندمی در حالا در کشور و در کل دنیا میتونه مختل کنه. البته این مشکل خیلی از کشورهای دنیاست که در واقع سرمایه کافی برای هزینه کردن اونجوری که لازم هست ندارن، ولی شخصا فکر میکنم البته عوامل زیادی باید در کنار هم قرار بگیرن تا بشه این بیماری مهلک رو کنترل کرد. اولیش سیاست‌های درست و صحیح بهداشتی هستن که خب توجه دقیق مسئولین رو میخواد. دوم بودن سرمایه‌های لازمه، یعنی هر برنامه بهداشتی زمانی میتونه موفق باشه که بشه براش هزینه کرد، اعتبار لازم رو تهیه کرد. مسئله سوم آگاهی عمومیه، باز این هم وظیفه دولته که به هر حال به مردم اطلاع بده و دانش عمومی جامعه رو در رابطه با بیماری بالا ببره. و نکته چهارم که باز خیلی مهمه، همراهی مردم با حکومت است و اعتمادی که مردم به حکومت دارن. از بین این چهار عامل، سه تا عامل اول دقیقا مسئولیتش با دولت و حکومت هست و نکته آخر که همراهی مردم با حکومت هست، باز هم بیشترش برمیگرده به رفتار حکومت، به اینکه چقدر تونسته در طول زمان اعتماد مردم رو جلب کنه. متاسفانه تمامی این چهار نکته مهم در ایران وجود نداره یا بسیار بسیار ضعیفه و این نهایتاً دیگه باعث شده مسئولین حکومت البته گناه رو بیشتر به گردن مردم بندازن و از خودشون سر به مسئولیت کنن و ابراز ناتوانی کنن. سپاسگزارم از شما، مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی.